بچه ها سلام، ظهرتون بخیر، انشالله که همه سلامت باشین. ممنون، ما هم خوبیم، دست شما درد نکن. تصویری خورده ماته، درسته بچه ها؟ چیزی که دارم میبینم باید تصویری خورده مات باشه. حالا نمیدونم مشکل از این طرف بشینیم، فکر کنم بهتر باشه. حالا برای خودم که تصویر مات نشون میده، نمیدونم حالا مشکل از چیه. صدا رو داشته باشین، حالا تصویر زیاد مهم نیست. بچه ها درس 4، اون بالا نوشتم درس 5، ولی درس 4 رو تموم نکردیم. حالا اگر بذارین با آقای کمالیان بگم بیاد ببینه تصویر به خاطر چی ماته، یه لحظه اجازه بدین پس بهش بگم بیاد چک بکنه. بچه ها جلسه قبل درس 4 رو که توضیح دادیم، بچه ها راجب عربی کسی نپرسه، بذارین درس رو میخواییم توضیح بدیم، دستون درد نکن. درس 4 جلسه قبل توضیح دادیم، دو مورد موند، مورد 3 و 4، صفحه 26 کتاب رو بیارید بچه ها، صفحه 26. صفحه 26 کتاب زیر فعالیت. جلسه قبل یکی از بچه ها محبت کرد خوند، این جلسه رو بچه ها اونایی که خوندن مثل آقای مامشی اینا خوندین شما، اونایی که نخوندن بذار بگیم. خب باش آقای پیراسته، باش شما بخون آی پیراسته، صفحه 26 کتاب زیر فعالیت رو بخون. سلام، صفحه 26 زیر فعالیت رو بخون. همانطور که بیشتر گفتیم، عبور جریان‌های دریایی آب گرم از کناری کشورها موجب می شود که سرمای هوا در زمستان کاهش پیدا کند. به عکس، عبور جریان‌های آب سرد موجب بروز سرمای شدید در کنارها می شود. خب وایسا همینجا بچه ها، جلسه قبل گفتیم که صدا خوبه بچه ها، صدا برای من خوب درست میاد. جلسه قبل گفتیم که ما جریان های دریایی رو داریم، جریان های دریایی آب گرم و جریان های دریایی آب سرد. خب این جریان های دریایی آب سرد اگر از کناری کشورها عبور بکنه، از سواحل اون کشورها عبور بکنه، سرمای هوا تو زمستون زیاد میشه، یه سرمای شدید رو ایجاد میکنه اون جریان آب سرد. خب به عکس، اگر جریان آب گرم از سواحل کشورها عبور بکنه، از کناری کشورها عبور بکنه، اون جریان آب گرم باعث میشه که سرمای هوا در زمستان کاهش پیدا بکنه، پس اینم تاثیرگذار هست، جریان‌های دریایی آب سرد و آب گرم اینم تاثیرگذاره تو عرض به خدمتتون آب و هوای کشورها. مورد 1، زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی رو گفتیم و گفتیم هر چقدر از مدار استوا بریم بالاتر یا بیایم پایین‌تر، هوا سردتر میشه، نزدیک به مدار استوا باشیم هوا گرمتره، هوای گرم و مرطوبی رو داریم. دوری و نزدیکی به اقیانوس‌ها و دریاها هم گفتیم،
گفتیم که اگر یک کشور، یک شهر نزدیک به دریا باشه، هواش معتدل‌تره، به خاطر اینکه دریاها سریع‌تر دیرتر سرد و گرم میشن. آبها یه جورایی عایق گرما و سرما هستن، بیشتر گرما و سرما رو تو خودشون نگه میدارن. آب دریاها و آب اقیانوس ها باعث میشه که نواحی کناری، شهرهایی که کنار دریا هستن، کشورهایی که کنار دریا و اقیانوس ها هستن، آب هوای معتدلی رو داشته باشن. این هم مورد دوم بود. و اما مورد سوم بچه ها، ارتفاع از سطح زمین هست. یه جایی هست ارتفاع کمه و دمای هوا در نتیجه کمتره. هر چقدر ما میریم بالاتر دمای هوا بیشتر میشه. به عنوان مثال وقتی که داریم میریم شیراز، منطقه دشت ارجن اینا، ارتفاعش بالاست. این منطقه باعث شده که یه آب و هوای سرد رو داشته باشه. یا شهرهای دیگه هر چقدر میریم به سمت بالاتر مثل شهر سمیرام، اینا تو زمستون خیلی آب و هواشون سرده، به خاطر همون ارتفاعی که از سطح دریا دارن. اینا ارتفاعشون زیاده. یه شهری مثل برازجون، یه شهری مثل حالا همون برازجون رو بگیم، چون ارتفاع زیادی نداره از سطح دریا، در نتیجه میتونه گرمتر هم باشه. خب مورد شماره 3 رو بخون آی پیراست، ارتفاع از سطح زمین. 3. ارتفاع از سطح زمین در لایه ورتبه نزدیکترین لایه جو به زمین، هرچه از سطح زمین بالاتر می رویم دمای هوا کم می شود. بنابراین در نواحی مرتفع و برفراز قله ها و کوه ها و دامنه ها دما پایین تر از نواحی پست است. همچنین ارتفاع کوه ها می توانند از نفوذ توده های مرطوب به آن سوی خود جلوگیری کنند و یا جهت وزش بادها را نیز تغییر می دهند. خب این بچه ها مورد شماره 3 شامل دو قسمت می شد. یک ارتفاع بود، دو وجود کوه ها بود. خب گفتیم هر چقدر ارتفاع میره بالاتر دمای هوا کمتر میشه تو لایه ورتسپه. خب کوه هم تأثیر گذاره. یه جایی هست ارتفاع بچه ها پایینه، یه ارتفاع خیلی پایین رو داریم، اصلا ارتفاع صفره، دقیقا چسبیده به دریا هست، ولی یه عاملی مثل کوه باعث میشه که اونجا هوای خورده سردتر باشه، بارندگی بیشتری رخ بده، مثل نواحی جنوبی دریای مازندران، دریای خزر. خطه جنوب دریای خزر یا دریای مازندران رو در نظر بگیرید، استان گیلان، استان مازندران، استان گلستان، ارتفاع اونجا صفره دیگه بچه ها، چسبیده به دریا هستن، ارتفاعی رو ندارن. ولی پشت این ستا استان، تقریبا نواحی جنوبی این ستا استان، رشته کوه البرز رو داریم. رشته کوه البرز مثل یک دیوار عمل میکنه، هر چقدر اونجا آفتاب میتابه به دریای مازندران، آب بخار میشه میره با آسمون تشکیل ابر رو میده، رشته کوه البرز مثل یک دیوار جلوی این ابرها رو میگیره و نمیذاره که این ابرها به نواحی مرکزی ایران برن. اگر بادی هم میوزه این ابرها، این رشته کوه البرز جلو حرکت ابرها رو میگیره و باعث میشه که میکروفون رو ببند مهدی پیراسته، میکروفون رو ببند بی‌زحمت، و باعث میشه که اون خطه مازندران، خطه شمالی کشورمون، یه آب و هوای تقریبا معتدل رو به سرد رو داشته باشه و همیشه سال اونجا بارندگی رو داشته باشیم. تفاوت اون خطه شمال با خطه جنوب فقط رشته کوه البرزه. و مورد دیگه اینه که ما نزدیکتر استان بوشهر، استان هرمزگان، استان خوزستان و سیستان و بلوچستان نزدیکتر به مدار استوا هست، اونها یه خورده از مدار استوا دورترن، رو به بالا رفتن. و رشته کوه البرز هم که گفتیم اونجا وجود داره و باعث میشه که ابرهایی که تشکیل میشه نذاره اون ابرها به نواحی مرکزی ایران حرکت بکنن. بادی که میوزه اون رشته کوه البرز مثل یک دیوار جلو ابرها وای میسه و نمیذاره ابرها به نواحی دیگه ایران
حرکت بکنن، برن اونجا بارندگی رخ بده. خب بچه ها یه لحظه این سوال جواب بدیم. استاد آخر برجام کدام عامل بارندگی وجود نداره؟ علیرضا خدری، سوال داخل برجام کدام عامل بارندگی وجود نداره؟ خب ما راجب تنوع آب و هوا داریم صحبت میکنیم علیرضا، نه راجب بارندگی داریم صحبت میکنیم. از این چهار مورد، از این چهار پنج موردی که تو کتابتون هست، برجام نزدیک به مدار استوا هست، همین باعث میشه که یه خورده آب و هوا گرم و مرطوب باشه. ما رشته کوهی به اون صورت نداریم که جلوی حرکت ابرها رو بگیره. اگر ابری تشکیل میشه حرکت میکنه میره جای دیگه. اینم دو مورد بود. و ارتفاعی هم نداره، شهر براجون به اون صورت ارتفاعی هم نداره، نزدیک به دریا هم هست و همین عامل باعث میشه که تقریبا حالا آب و هوا یه نوعی معتدل باشه، ولی از اون طرف چون نزدیک به مدار استوا هستیم گرمای هوا بر اعتدال میچربه، هوا بیشتر به سمت گرمی میره تا به سمت معتدل بودن. بچه ها سوال خوبی پرسید. یا وقتی که ما میخواییم آب و هوای یک منطقه رو بررسی بکنیم، باید 4-5 عامل رو با همدیگه بیاییم بسنجیم، فقط یک عامل رو نمیتونیم در نظر بگیریم. کتابتون 4 عامل رو گفته، یک موردم من گفتم رشته کوه، به این 4 عامل اضافهش بکنیم میشه 5 مورد. این 5 مورد رو باید بیاییم با همدیگه بسنجیم، بررسی بکنیم تا آب و هوای یک منطقه رو دستمون بیاد. مثل آب و هوای شهر ما برازجون، باید این 5 عامل رو با همدیگه کنار همدیگه بذاریم، ببینیم زور کدومش به یکی دیگه میچربه. فقط یک عامل رو نمیتونیم در نظر بگیریم. به عنوان مثال نمیتونیم بگیم ما نزدیک به دریا هستیم پس باید آب و هوامون معتدل باشه. نه آقا، نزدیک به مدار استوا هم هستیم. این مدار استوا، نزدیک بودن به مدار استوا میچربه به نزدیک بودن به دریا. بیشتر آب و هوامون میره سمت گرمی تا به سمت معتدل بودن. صفحه 26 کتاب رو دارم میگم امیر محمد، صفحه عباس، عذر میخوام عباس، صفحه 26 کتاب هست. خب مورد شماره 4 هم بخون آی پیراسته، میکروفونتو فعال کنم، خاموشش کردی، بفرمایید. فشار هوا و جریان باد. هوا مانند همه گازها سنگینی دارد و بر همه چیز فشار وارد می‌کند، ولی ما این فشار را حس نمی‌کنیم. فشار هوا را با دستگاه‌های فشار سنج اندازه‌گیری می‌کنند. فشار هوا در یک مکان متغیر است و زیاد یا کم می‌شود. هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری وجود دارد جریان می‌یابد و به این ترتیب باد به وجود می‌آید. خب تا همینجا وایسا بچه ها، هوا هم مثل سایر عرض به خدمتون، مثل همه گازهای سنگینی داره هوا و فشار وارد میکنه، ولی این فشار رو بدن ما حس نمیکنه چون نزدیک به روی سطح زمین هستیم. ما روی سطح زمین داریم زندگی میکنیم، این فشاره رو حس نمیکنیم. یه خورده از سطح زمین که میریم بالا فشار بیشتر میشه. مثلا وقتی که میریم کوهنوردی ارتفاع پیدا میکنیم از سطح زمین، از سطح زمین میریم بالا بالاتر و اونجا فشار رو بیشتر احساس میکنیم که فشار داره بهمون وارد میشه. تو هر چقدر میریم بالاتر اون فشار بیشتر میشه. پس هوا هم به همه اجسام فشار وارد میکنه. هوا هم مثل سایر گازها سنگینی داره، ولی این فشار رو ما به اون صورت حس نمیکنیم و با فشار سنج اندازه گیریش میکنیم. بچه ها یه جایی از زمین فشار زیاده، مثلا این جایی که من هستم فشار کمه، یه جایی دیگه فشار بیشتره. فشار از جایی که بیشتره میره به جایی که فشار کمتره. همین انتقال هوا باعث میشه که باد به وجود بیاد، بادها تشکیل بشن. پس باد چطور به وجود میاد؟ فشار از جایی که بیشتره میره به جایی که فشار کمتره و همین عامل سبب میشه که باد به وجود بیاد. خب ادامهشو بخون. پراکندگی کانون های فشار، مناطق فشار زیاد و مناطق فشار کم از عوامل مهم جریان عمومی هوا و تغییرات آب و هوایی در مناطق مختلف است. بچه ها بله، یه جای فشار هوا زیاده، یه جای فشار هوا کمه. همین عامل
باعث میشه که تغییرات آب و هوایی رو داشته باشیم، مناطق پرفشار، مناطق کم فشار. پس این عامل هم میتونه در عرض به خدمتون تنوع آب و هوایی تاثیرگذار باشه. و گفتیم هم که جریان هوا باد رو ایجاد میکنه و این باد هم میتونه تاثیرگذار باشه در تنوع آب و هوایی که ما داریم. به عنوان چهارمین مورد، فشار هوا و جریان باد رو داشتیم. و اما مبحث آخر درس راجع به انسان و تغییرات آب و هوایی میخواییم بخونیم. اینو لطفاً بخون. انسان و تغییرات آب و هوایی. دانشمندان معتقدند که طی 100 سال گذشته میانگین دمای زمین نسبت به قبل افزایش یافته است. به نظر آنها یکی از علل مهم افزایش دما زیاد شدن تعداد خودروها و افزایش فعالیت‌های صنعتی است که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند و موجب آلودگی هوا و افزایش گازهای گلخانه‌ای در هواکره می‌شود. یکی از دلایل توجه ویژه به انرژی هسته‌ای در کشور ما نیز علاوه بر کاربردهای پزشکی کمک به کاهش آلودگی است. علم پیشرفت کرده و قبلا از سوختهای فسیلی، چند صد سال قبل از سوختهای فسیلی استفاده ای نمی شد، اصلا کشف نشده بود، چیزی به نام نفت و گاز کشف نشده بود. تازگی هست که این نفت و گاز کشف شده و انسان ها از سوختهای فسیلی استفاده می کنن. کارخونه ها ایجاد شدن، وسایل گوناگون داره تولید میشه. خب استفاده انسان از سوخت‌های فسیلی و همینطور ایجاد کارخانه‌ها و تولید کالاهای مختلف و استفاده انسان به جای برای رفت و اومدش، برای حمل و نقل، قبلا از حیوانات استفاده می‌کرده، الان از ماشین‌آلات استفاده می‌کنه انسان. همین باعث شده که کلاً سوخت‌های فسیلی مصرف بشه، استفاده بشه برای ماشین‌آلات و برای کارخونه‌ها. استفاده انسان از سوخت‌های فسیلی باعث شده که هوا آلوده بشه، آلودگی هوا بیشتر بشه و لایه اوزون رو به تخریب بره، رو به نازک شدن بره و در نتیجه هم هوا گرم‌تر شده. یه وقتی هست همین شب‌ها رو در نظر می‌گیریم، تو شهر با موتور میچرخیم، هوا نه سرد نه گرمه، راحت با یه تیشرت میتونیم سوار موتور بشینه تو شهر بچرخیم. ولی وقتی که از شهر میخواییم برین بیرون از شهر با همون موتور، با همون یه دونه تیشرتی که تنتون هست بخواییم از شهر برین بیرون، یهوی سرمای بیشتری رو احساس میکنین، سردتون میشه. بچه ها این دلیلش اینه که تو شهر داره سوخت فسیلی مصرف میشه، تو شهر ماشینالات هست دیگه، کولرهای گازی و حالا اینا روشن هست و دود هست، حالا به قول علیرضا دود هست، سوختهای فسیلی هست، هوا گرمتر میشه. از شهر که میریم بیرون هوا تمیزه، آلودگی هوا کمتره، دودی به اون صورت نداریم و هوای تمیز و پاکی رو ما داریم. اون هوای پاک نشون میده که هوا سرده، بیرون از شهر هوا سرده و تو شهر به خاطر اون آلودگی که وجود داره هوا گرمتر هست. این به خاطر فعالیت ما انسان هاست، به خاطر مصرف سوختهای فسیلی و زندگی ما به سمت عرض به خدمتون ماشینی رفته. حالا تو چند سال اخیر سوخت هسته‌ای اومده، انرژی هسته‌ای اومده، کشور ما هم مثل حالا چند کشور پیشرفته دیگه دنبال اینه که از سوخت هسته‌ای استفاده بکنه، برق رو به وسیله انرژی هسته‌ای ایجاد بکنه. هم کاربرد پزشکی داره انرژی هسته‌ای و هم میتونه یه سوخت پاک باشه بدون اینکه هوا رو آلوده بکنه، بدون اینکه محیط زیست رو آلوده بکنه و آلودگی کمتری رو در پی داره. خب صفحه 27 کتاب رو بیارید، اون بالا رو بخون و درس تمومه، میریم سراغ درس 5 بعدش. برخی معتقدند گرم شدن کره زمین ممکن است پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد.
مانند ذوب شدن یخهای قطبی، بالا آمدن آب دریا به زیر آب، رفتن نواحی ساحلی و جزیره ها یا افزایش و طولانی شدن دورهای خشکسالی در نواحی گرم و خشک، افزایش سیلاب و مواردی از این قبیل. بچه ها دانشمندان معتقدن اینا ببند مالی پیراسته میکروفون رو ببند داره صدام تکرار میشه بی زحمت دست در نکن. برخی از جمله دانشمندان معتقدن که هوا که گرم میشه میتونه یه پیامدهای خطرناکی رو داشته باشه. هوا که گرم میشه یخهای قطبی ذوب میشه. یخهای قطبی که ذوب بشه آب دریا میاد بالاتر، آب اقیانوس ها میاد بالاتر. به عنوان مثال شهر ونیز تو کشور ایتالیا رو در نظر بگیرید، میخوندم که همین چند وقت پیش میخوندم که شهر ونیز تا چند سال آینده کلن غرق میشه. شهر ونیز ایتالیا تا چند سال آینده کلن غرق میشه. همونطور که میدونید این شهر خودش رو آب هست، قبلا خشکی بودا ولی آب دریا اومده بالا، کوچه هاشون خیابون هاشون رو کلن آب گرفته و میگن که این آبی که تو کوچه ها و خیابون هاشون هست اونجا هیچ موتوری هیچ ماشینی وجود نداره، با قایق تو شهر ونیز رفت و اومد میکنن. میگن تا چند سال آینده این شهر کلن غرق میشه، میره زیر آب. دلیلش هم اینه که هوا داره گرمتر میشه، یخهای قطبی ذوب میشه، ذوب شدن یخهای قطبی باعث میشه که آب دریا و اقیانوس بیاد بالاتر، بالا اومدن آب دریا و اقیانوس هم باعث میشه که اون شهر غرق بشه و نواحی ساحلی مثل حالا همون ساحل دریای بوشهر خودمون بره زیر آب، دریا پیشرفت بکنه بیاد به سمت خشکی و این میتونه یه پیامد خطرناک باشه و دوره‌های خشکسالی هم بیشتر میشه، آب کمتر میشه. وقتی که دوره‌های خشکسالی بیشتر بشه بارون کمتری میباره، بارون کمتری هم که بباره دیگه آبی نیست برای آشامیدن، آبی نیست برای کشاورزی، از این قبیل موارد اتفاق میفته اگر زمین رو به گرمی بره. خب فعالیت پایین صفحه 27 رو معدی پیراسته بخون. فعالیت 8 شورا کوهنوردان در ارتفاعات بسیار بلند ممکن است با مشکلات تنفسی روبرو شوند. خب چرا کوهنوردان در ارتفاعات بسیار بلند ممکن است با مشکلات تنفسی روبرو شوند؟ بچه‌ها دلیلش مشخصه. وقتی که دارن طرف کوهنوردی میکنه میره تو ارتفاع بالا، فشار زیاد، اکسیژن کمتره، اونجا کمبود اکسیژن وجود داره و همین میتونه عاملی باشه برای مشکلات تنفسی اونها، برای تنگی نفسشون، فشار بیشتره و اکسیژن کمتری هم اونجا وجود داره. ب رو بخون. ب چرا در هواپیما قبل از شروع پرواز نوه استفاده از ماسک اکسیژن به مسافران آموزش داده میشود؟ خب بچه ها هواپیما ها تعبیه دارن، تعبیه دارن و میتونن حالا اون هوای کابین رو تعبیه بکنن و جلوگیری بکنن از کمبود اکسیژن. یه وقتایی هست ممکنه اون دستگاه تعبیه با مشکل مواجه بشه، دستگاه تعبیهی که تو هواپیما هست با مشکل مواجه بشه و نتونه هوای کابین رو تعبیه بکنه و همین باعث میشه که به هر حال اکسیژن کم بشه، اونجا تو کابین اکسیژن کم بشه، بیرون هم که فشار هوا زیاده کمبود اکسیژن وجود داره و افراد با مشکل تنفسی روبرو بشن و طریقه استفاده از ماسک اکسیژن رو به مسافران یاد میدن که آقا قبل از پرواز میگن اینطور باید از ماسک اکسیژن استفاده بکنین، چون ممکنه اون دستگاه تعبیه با مشکل مواجه بشه. نو رو بخون. نو با مشاهده دقیق محیط زندگی خود بگوید چه کارها و فعالیت‌های موجب آلودگی هوا می شود؟ فکر می کنید برای کاهش آلودگی هوا مخصوصا در حمل و نقل چه کارهایی می توان انجام داد؟ خب بچه ها خیلی از کارهایی که ما داریم امروز انجام می دیم و موجب آلودگی هوا میشه استفاده از سوختهای فسیلیه. همین ماشینالاتی که ما داریم استفاده میکنیم، موتور و ماشینی که داریم استفاده میکنیم، کارخونه هایی که دارن از سوختهای فسیلی استفاده میکنن، اینا همه موادیه که باعث آلودگی هوا میشه.
چه راهکاری رو ما پیشنهاد میکنیم؟ خب همونطور که خودتون دارین میگین، هم حمل و نقل عمومی هست، به جایی که بیایم از ماشین شخصی، از موتور شخصیمون استفاده بکنیم، از حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم، از مترو استفاده بکنیم. حالا شهر بزرگ یه شهر کوچیکه، منظور شهر تهران، شهرهای بزرگه، کلان شهر هست، از حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس و مترو و اینا استفاده بکنیم و درختکاری هم صورت بگیره همونطور که خودتون دارین میگین و از سوخت‌های تجدیدپذیر استفاده بکنیم، به جایی که بریم سوخت‌های فسیلی رو استفاده بکنیم که باعث آلودگی هوا میشه، بیایم از سوخت‌های استفاده بکنیم که موجب آلودگی هوا نشه. سوخت هسته‌ای رو جایگزین سوخت فسیلی کنیم. همین. خب بچه‌ها فصل 3 رو بیارید لطفاً. فصل 3 کتاب رو بیارید. خب گفتیم که زیستکره از مجموعه آبکره، هواکره و سنگکره زیستکره ایجاد میشه. زیستکره محیط بسیار مناسبیه برای زندگی ما انسانها و سایر موجودات زنده از جمله حیوانات و گیاهان. خب این محیطی که ما داریم درش زندگی میکنیم یعنی زیستکره، یعنی کره خاکی که ما بر روش هستیم. این کره خاکی تنوع خیلی زیادی رو داره بچه ها. تو درس قبلی تنوع آب و هوایی رو گفتیم، گفتیم جای جای کره زمین آب و هوای مختص به خودش رو داره. قاره آفریقا حدود 3-4 نوع آب و هوا رو داریم. آب و هوای گرم و مرطوب نزدیک خط استوا رو داریم، یه خورده بالاتر آب و هوای گرم و خشک رو داریم، بیابونه، یه خورده بالاتر آب و هوای معتدل رو داریم، آب و هوای مدیترانه ای رو داریم، نزدیک به دریاست دیگه. اصلا حالا آفریقا رو به کنار، کشور خودمون ایران رو مثال بزنیم. تو کشور خودمون جنوب یعنی استان بوشهر اینا آب و هوای گرم و شرجی رو داریم، یه خورده میریم بالاتر آب و هوای مثل استانهای کرمان، سمنان، سیستان، بلوچستان، شمال سیستان، بلوچستان، یزد، آب و هوای گرم و خشک رو داریم، بیابونه. شمال کشورمون آب و هوای معتدل رو داریم، نزدیک دریای مازندران آب و هوای معتدل رو داریم. شهرهای کوهستانی کشورمون آب و هوای سرد و کوهستانی رو داریم. تو همین کشور خودمون 4-5 نوع آب و هوا رو ما داریم. خب این تنوع آب و هوایی باعث شده که زیستگرم تنوع زیادی رو داشته باشه، پوشش گیاهی تنوع زیادی رو داشته باشه، حیواناتی که تو اون پوشش گیاهی دارن زندگی میکنن تنوع داشته باشن. هر حیوانی مختص یه نوع پوشش گیاهیه. استان بوشهر یه پوشش گیاهی مخصوص به خودش رو داره، یه خورده میریم بالاتر استان فارس پوشش گیاهی مختص به خودش رو داره، میریم سمت استان یزد، کرمان، سمنان و اون اطراف اصفهان یه نوع پوشش گیاهی رو داریم، شمال کشورمون پوشش گیاهی دیگه رو داریم، شمال غرب کشورمون مثل شهرهای تبریز، استانهای آذربایجان و ارومیه و اون اطراف پوشش گیاهی دیگه ای رو داریم. خب هر جا که ما تنوع آب و هوایی رو داشته باشیم در نتیجه پوشش گیاهی هم متنوع میشه و این تنوع پوشش گیاهی باعث میشه که ما تنوع زندگی جانوری هم داشته باشیم. به عنوان مثال حیوانی یه خزنده‌ای هست به نام سوسمار صحرایی و اینا، این هیچ وقت تو جنگل‌های مازندران اونو ما نمیتونیم پیدا بکنیم، فقط تو بیابون‌های یزد و کرمون میتونیم اون سوسمار صحرایی رو پیدا بکنیم. یا شتر فقط تو بیابون‌ها میتونه زندگی بکنه، شتر اصلا نمیتونه بره تو ارتفاعات مثلا زاگرس اونجا زندگی بکنه. اینا نمونه‌هایی از تنوع جانوری، زندگی جانوریه. خب کره زمین، کره‌ای که ما داریم زیرش زندگی می‌کنیم، این کره خاکی یعنی زیستکره، اینم دارای یه تنوع بسیار جالب و شگفت انگیزه، بسیار بسیار زیباست این تنوعی که ما بر روی کره زمین داریم. گیاهان مختلف، جانوران مختلف، پوشش گیاهی خاص،
بسیار قشنگ و زیباست. از جمله کشور خودمون هم که چند نوع پوشش گیاهی رو داره، تنوع زیستگوره رو ما داریم. خب مهدی پیراسته، اگر اجازه میدی یه نفر دیگه از بچه ها بخونه، دست در نکنه. ممنون، متشکر. درس قبل رو خوندی، یه نفر دیگه از بچه ها میخوام بخونه. امیر محمد خونده بودی، نفراتی که نخوندن میخوام بگن. مهدی جان دست شما هم در نکنه. علیرضا تشنه دل خونده بودی قبلا یا نه؟ خاطرم نیست، خونده بودی یا نه؟ حالا میکروفونت فعال بکنم. فکر کنم خونده بودی. حالا اگر نخوندی بگو تا فعال بکنم میکروفونت که بخونی. سریع‌تر، فقط یه نیم ساعت دیگه بیشتر وقت نداریم، میخوایم درس 5 رو یه مقدار ببریم جلو. حالا میکروفون رو فعال میکنم بخونی. آقا سلام. سلام. لطفاً صفحه 30 کتاب رو بیار. خب درس 5، پراکندگی زیست بوم های جهان. زیست بوم هم بچه ها گفتیم که از تلفیق آب کره، هوا کره و سنگ کره زیست بوم ایجاد میشه. یه جایی زیست بوم خاصی رو داریم، یه جایی دیگه زیست بوم متنوع و متفاوتی با این یکی زیست بوم داریم. هر جایی کره زمین یه زیست بوم خاص رو داریم. این بستگی به آب کره، هوا کره و سنگ کره داره. همونطور که بالای صفحه 30 کتابتون میبینید، نمیدونم شما هم این تصویرها رو دارین یا نه. آقا منظور این چهار فصله یه؟ چی؟ همین چهار تا عکس مال فصل مختلف گذاشته. آره. آره تصویر شماره 1 یه منطقه بیابون رو نشون میده، کاکتوس های خاصی هستن. فکر کنم که شوهر بیابون آتاکاماه. فکر کنم که شوهر آمریکا باشه این بیابونه و کاکتوس هایی که هست. تصویر شماره 2 آب و هوای سرد شماله. علیرضا اگر اجازه میدی توضیح بدم، ببخشید. تصویر شماره 2 آب و هوای سرد و قطبی است. قطب شمال میتونه باشه، طرفای آلاسکا و شمال روسیه و اون اطراف میتونه باشه. این تصویر شماره 2 آب و هوای سرد و قطبی بهش میگن. تصویر شماره 3 یه پوشش گیاهی خاص رو داره، درختان کاج و سرو رو مشاهده میکنین که یه خورده پایین تر از آلاسکا این پوشش گیاهی وجود داره. ادامه درس اسم این پوشش گیاهی رو هم میخونیم، باهاش آشنا میشیم. و تصویر شماره 4 جنگل های آمازون رو مشاهده میکنید که یک پوشش گیاهی فوق العاده خاص رو داره. اونجا اصلا پیاده روی امکان پذیر نیست. تو تصویر شماره 4 پوشش گیاهی جنگل های آمازون رو داره نشون میده. جنگل های آمازون گفتیم که اطراف خط استوا در مرکز آفریقا و آمریکای جنوبیه، مثل کشور برزیل و اون اطراف. همچین پوشش گیاهی رو داره جنگل آمازون. و اینقدر خاصه این جنگل ها و پوشش گیاهی فوق العاده غنی رو داره که اصلا میگن پیاده روی اونجا امکان پذیر نیست. این که بخوای حالا چند متر رو راه بری نمیتونی راه بری. درختان اینطوری به هم دیگه چسبیدن، پوشش گیاهی خیلی فشرده و چسبیده به هم دیگه هسته. خب این کره زمین ماست. این علیرضا اگر میکروفون رو ببندی بهتر فکر کنم، صدام داره تکرار میشه. این کره زمینیه که ما داریم درش زندگی میکنیم و تنوع زیستبوم ها رو مشاهده میکنیم که کاملا با هم دیگه متفاوتن. شماره 1 کاملا با 3 تا شماره دیگه متفاوته، همونطور 2 و 3 و 4. هر کدومش یک پوشش گیاهی، زندگی جانوری و آب و هوای مختص به خودش رو داره که مجموع این ستا رو میگیم زیستکره. هر کدومش زیستکره مختص به خودش رو داره یا زیستبوم های مختص به خودش رو داره، پراکندگی داره این زیستبوم ها. خب میکروفون رو تو فعال میکنم، بخون زیر تصویر رو. به تصاویر یک و دو دقت کنید. آیا میتونید گیاه جانور رو که در این تصویر مشاهده میکنید نام ببرید؟ خب تصویر شماره 1 و 2 بچه ها، تو تصویر شماره 1
فکر میکنید چه جانوری میتونه زندگی بکنه؟ آه موجودات صحرایی. خب درسته، خب هر چیزی میتونه باشه. سمور تصویر یک میتونه سمور باشه، شتر هم میتونه باشه، خزندگان هستن بیشتر بچه ها، مثل مار مولک، بیشتر مار، بیشتر مارها و موش آره. خزندگان هستن. تصویر شماره یک بیشتر خزندگان هستن، مثل مار مولک و سوسمار و حالا مارها، سوسمارها و مارها هستن. تصویر شماره یک. تصویر شماره دو آره خزندگان هستن. تصویر شماره یک بیشتر خزندگان هستن، همه اونایی که دارین میگید. ببین آقا یه تعداد اندکی هم خزندگان سرایی. تصویر شماره دو بچه ها همونطور که میبینید خرس قطبی است. اینجا خرس قطبی است. یه سگایی هم هستن آقا بچه ها، بهش میگن سگ هاسکی، درست میگم؟ آره. خب تو تصویر شماره دو سگ هاسکی و خرس قطبی و اینها میتونن زندگی بکنن. بله پنگوئن هم میتونه باشه. آره پنگوئن ها هم آقا پنگوئن قطب شمال نیست، قطب جنوبه. قطب شمال نداره؟ نه حالا اینو نمیدونم، اطلاع ندارم. ولی به هر حال ما راجع به قطب شمال که صحبت نمیکنیم، ما راجع به آب و هوای سرد قطبی داریم صحبت میکنیم. علیرضا تشنده راجع به آب و هوای سرد قطبی. آب و هوای سرد قطبی هم قطب شمال هم قطب جنوب، فرقی نمیکنه. خب ادامهشو بخون. به نظر شما این گیاهان و جانوران در کدام نواحی جهان یافت میشوند؟ چرا؟ خب گفتیم تصویر شماره دو آب و هوای سرد قطبیه، قطب شمال، آلاسکا و اون اطراف، شمال روسیه و ایسلند، ایسلند هم هست و همینطور قطب جنوبه. تصویر شماره یک هم، این تصویر هم جنوب آمریکا باید باشه، کشور مکزیک هم همچین نو پوشش گیاهی رو داره. تصویر شماره یک این نواحی از جهان هست. خب ادامهشو بخون. اکنون بگوی تصاویر سه و چهار کدام نواحی جغرافیای ایران نشان میدهند؟ خب سه و چهار رو گفتیم. تصویر سه شمال آمریکا هست و همینطور شمال اروپا هست. البته اون شمال که میگم من شمال شمالایی خورده از شمال پایین تر، بهش میگن تایگا بچه ها، منطقه تایگا که درختان کاج و سر اونجا سبز میشه. شمال اروپا رو داریم و شمال آمریکا همچین نوپوشش گیاهی تصویر شماره 3 رو داره. تصویر شماره 4 هم که گفتیم جنگل‌های بارانی استوایی هستن، مثل جنگل آمازون، که این نوع جنگل هم ما تو کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، مرکز آفریقا و کشور برزیل تو آمریکای جنوبی همچین نوع پوشش گیاهی که تصویر شماره 4 هست رو داریم. خب کدام گیاهان و جانوران میتونن زندگی بکنن؟ خب تصویر شماره 4 بچه‌ها هر نوع جانوری رو که بخواید فکرش بکنین میتونه اینجا زندگی بکنه. میمون ها هستن، شیر هست، برق هست دیگه، مارها هستن، هر نوع حیوانی که خلاصه به ذهن، خرس ها هستن تو تصویر شماره 4. از لحاظ زندگی جانوری هم بسیار غنیه، همونطور که پوشش گیاهی بسیار غنی داره، سنجاب ها، دارکوب ها همه هستن اینجا تو تصویر شماره 4. عنکبوت های خیلی بزرگ، آره امیر محمد هم درست میگه. آقا دقیقاً دوست میدونم علیرضا میکروفون تو ببند، صدا داره برمیگرده، لطفاً ببندش، عذر میخوام. خب تو تصویر شماره 3 هم گرگ‌ها هستن، معمولاً یه گرگ‌ها و خرس‌های، حالا ما که نرفتیم ببینیم ولی در حدی که اطلاع داریم، خوندیم و همینطور تو فیلم‌ها دیدیم، تو تصویر شماره 3 هم خرس‌ها و گرگ‌ها هستن. ولی از لحاظ تنوع زندگی جانوری 4، تصویر شماره 4 بسیار غنی‌تره از تصویر شماره 3. خب اینم از این. میخوایم راجع به زیست بوم بخونیم. زیست بوم رو بخون.
زیست بوم یک ناحیه وسیع جغرافیایی است. در آن انواع خاصی از جانوران در آن زندگی میکنند و ناحیه مشخصی را به وجود میآورند. هر زیست بوم از چند بوم سازگان یا اکوسیستم تشکیل شده است. بخون. شما در کتاب علوم امثال با مفهوم و اجزا و ناسور بوم سازگان بیشتر آشنا شدید. بچه ها میخواییم تعریف زیست بوم رو بگیم. زیست بوم یه منطقه خیلی وسیعه، یه منطقه خیلی وسیع جغرافیاییه که تو اون منطقه انواع گیاهان، انواع جانوران اونجا زندگی میکنن و یه ناحیه مشخصی رو به وجود میارن. به عنوان مثال بخواییم مثال بزنیم، تو همین تصویرها که میبینین، تصویر شماره یک یه زندگی جانوری خاص رو داریم، یه پوشش گیاهی خاص رو داریم، یه منطقه وسیعی رو هم شامل میشه که کاملا با ستایی دیگه تفاوت داره. اون گیاهانی که تو تصویر شماره یک هست تو 2، 3 و 4 نیست، گیاهان خاص خودش رو داره، پوشش گیاهی خاص خودش رو داره و همینطور جانورانی هم که تو تصویر یک هستن معمولا تو 2، 3 و 4 نیستن. این تصویر شماره یک زیست بوم خاصه، تصویر شماره 2 زیست بوم خاص دیگه هست، 3 و 4 هم همینطور یه زیست بوم جداگونه هستن با باقی اونا. پس اگر بخوایم زیست بوم رو تعریف بکنیم، یه منطقه خیلی وسیعه، یه منطقه خیلی وسیع جغرافیایی، چند صد هکتار یا میتونیم بگیم هزاران هکتار که یه پوشش گیاهی خاص و یه زندگی جانوری خاص داره اونجا زندگی میکنه، بهش میگن، به اون منطقه میگن زیست بوم. خب بالای صفحه 31 که بخون تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی دارد. میخوایم بخونیم اینجا که چرا زیست بوم های متنوعی بر روی کره زمین داریم. یه جایی زیست بوم خاص داریم، یه جایی دیگه زیست بوم خاص دیگه رو داریم، کاملا با هم دیگه متفاوته. تو همین کشور خودمون از منطقه جنوب که یه خورده میریم بالاتر نوع پوشش گیاهی کاملا فرق میکنه. اصلا جانوران و پرنده هایی که اونجا دارن زندگی میکنن تا حدودی متفاوته با منطقه خودمون. اینو میخواییم بخونیم که چرا تنوع زیست بوم به وجود میاد، چه عواملی در این قضیه دخیل هن که ما تنوع زیست بوم ها رو داریم. بخون بالای صفحه 31 کتابو. وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به عوامل مختلفی چون آب و هوا، شکل ناهمواری ها، میزان ارتفاع زمین و جنس خاک بستگی دارند. خب بچه ها، وجود هر زیست بوم توی یه ناحیه به آب و هوا بستگی داره، به جنس خاک بستگی داره، به اینکه اونجا یه منطقه پسته یا یه منطقه خیلی مرتفعه، به این قضیه بستگی داره و همینطور شکل ناهمواری ها، آیا اونجا دشت یا کوهستانیه، آیا اونجا یه منطقه جلگهیه یا یه منطقه عرض به خدمتون دارای تپه هست. همچین مسائلی بستگی داره، همینطور جنس خاک هم بستگی داره. هر جنس خاکی یه نوع گیاه درش رشد میکنه. به عنوان مثال درختای خرمای خودمون نمیتونن تو تبریز رشد بکنن، آب و هوای تبریز با براز جون فرق میکنه، جنس خاک تبریز با براز جون فرق میکنه. هر گیاهی احتیاج به یه آب و هوای خاص داره، احتیاج به یک خاک خاص داره و همینطور ارتفاع از سطح زمین. درختای نخل، درختای خرما باید تو مناطق کم ارتفاع تر رشد بکنن، این مناطقی که ارتفاع کمتر باشه، این بستگی داره و همینطور شکل ناهمواری ها. همه این عوامل دخیلن در این قضیه که تنوع زیست بوم ها رو ایجاد میکنه. در میان همه این عوامل بخون. در میان این هم همه این عوامل آب و هوا منطقه نبشتن تأثیر را دارد. از میان عناصر آب و هوای عناصر دما و بارش بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر میگذارند، به طوری که با تغییر زمان و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگر پوشش گیاهی تغییر میکند. بچه ها، چهار عامل آب و هوا، جنس خاک، ارتفاع از سطح زمین و شکل ناهمواری ها رو گفتیم. این چهار عامل در تنوع زیست بوم ها تاثیر گذاره.
از میانه، میکروفون تو ببند بزرمت، صدا تکرار میشه. از میان این چهار عامل آب و هوا از همش مهمتره. آب و هوا چند عنصر مختلف رو داره. دو عنصر مهم آب و هوا چند عنصر مختلف رو داره، مهمترینش که دو تا هست، یکی دما هست یکی بارش. دوباره تکرار میکنم صحبتمو، بچه ها چهار عامل در تنوع زیست بوم ها تأثیر گذاره: آب و هوا، جنس خاک، ارتفاع از سطح زمین، شکل ناهمواری ها. از میان همه این چهار تا که گفتیم در تنوع زیست بوم ها تأثیر گذارن، آب و هوا از همش مهمتره. خب آب و هوای تنها میمونه. خود آب و هوا چند عنصر مختلف رو داره. مهمترین عناصر آب و هوایی دو تا است: یک دما، دو بارش. با تغییر دما، با تغییر بارش در یک جا نسبت به جای دیگه تنوع پوشش گیاهی هم تغییر میکنه. پس مهمترین عامل در تنوع زیست بوم ها آب و هوا هست. مهمترین عناصر آب و هوا میشه دما و بارش. یه خورده مثل یک هرم از بالا میاد تا پایین، زیر مجموعه داره، اینا لطفا قاطیش نکنیم. خب دما عاملی مهم، بخون اینو فعال کنم برات، بخون. دما عامل مهمی در رویش گیاهان است و در مناطقی که دمای هوا بسیار پایین است گیاهان نمیتوانند بروید. میزان بارش نیز تأثیر زیادی بر میزان پوشش گیاهی یک منطقه دارد. و بر میزان دما و بارش عوامل دیگری چون طول مدت فصل خشک، تبخیر نیز در پوشش گیاهی مؤثرند. خب بچه ها گفتیم مهمترین عناصر آب و هوا دما و بارش هست، دو تا چیز هست. خب همونطور که مثال زدم، مثال قبلی رو میخوام تکرار بکنم، درخت های خرمای ما تو آب و هوای سرد نمیتونن رشد بکنن، اصلا سبز نمیشن. آب و هوا باید گرم باشه، گرم و مرطوب یا گرم و خشک باید باشه، بیشتر گرم و مرطوب، تا اون درخت های خرما بتونن رشد بکنن، بتونن ثمر بدن. این مسئله دماست که بسیار تأثیر گذاره بر نوع پوشش گیاهی. و همینطور بارش، یه جایی که بارش زیاده مثل شمال کشورمون، استانهای گلستان، گیلان و مازندران، بارش زیاده دیگه اونجا. این بارش زیاد نگاه کن چقدر پوشش گیاهی غنی اونجا ایجاد کرده، جنگل‌های سرسبز، علفزارهای سرسبز. پس بارش هم خیلی تأثیرگذار، بسیار تأثیرگذار در نوع پوشش گیاهی که در یک منطقه سبز میشن و میتونن اونجا اون پوشش گیاهی وجود داشته باشه. علاوه بر دما و بارش، میزان فصل گرما، میزان فصل سرما و همینطور میزان فصل تبخیر هم در نوع پوشش گیاهی تأثیرگذار هست. مثال بخوام براش بزنم، پاییز مثلا آبان ما، آذر ما گل میکارین تو باغچه‌تون، تابستون همش خشک میشه، همه اون گلا خشک میشن، دوباره سال دیگه باید همین موقع گل بکارین تو باغچه‌تون. این به خاطر اینه که میزان اون طولانی مدت، عرض به خدمتتون، مدت طولانی بودن فصل خشک در منطقه ما خیلی زیاده. مثلا فروردین ماه هوا گرم تا پایان مهر ماه، هنوز همین گرما ادامه داره، همین خیلی تاثیرگذاره بر پوشش گیاهی. و مدت فصل تبخیر هم بسیار تاثیرگذاره، اون شدت تابش آفتاب، این هم خیلی تاثیرگذاره. مثالش هم میشه این که آبان ماه، آذر ماه تو باغچه خونه گل میکاریم، تابستون همش خشک میشن، این هم میتونه یه مثال خوب باشه برای مدت فصل خشک و تبخیر. پراکندگی زیستبوم های جهان رو بخون. من از توجه کنید در این نقش سطح زمین به 8 زیستبوم تقسیم شده است. آنها رو نام ببرید و قلمی روشن رو روی نقش نشان دهید. یک زیستبوم ممکن است بخش وسیعی از یک قاره رو در بر گیرد و یا ویژگی های آن در چند قاره یافت شود. خب بچه ها تو این تصویره سطح زمین رو به 8 تا زیست بوم اومده تقسیم کرده. صفحه 31 کتاب، معدی صفحه 31 کتاب، این صفحه اومده سطح خشکی های کره زمین رو به 8 تا زیست بوم تقسیم کرده، گفته که ما
8 نوع زیست بوم رو داریم بر روی خشکی‌های کاری زمین که در جدول کنار اینجا اون 8 تا زیست بوم رو آورده. و بچه‌ها بعضی از زیست بوم‌ها تو یه قاره هستن، تو قاره دیگه هم مثلشون هست. به عنوان مثال جنگل‌های تایگا، تصویر شماره 3 صفحه قبلی درختان کاج و سرو بودا که گفتیم بهش میگن تایگا، گفتیم تو صفحه بعدی اسمشو یاد میگیریم. به اونا میگفتن، به اون منطقه، به اون زیست بوم میگن تایگا. تایگا رو ما تو شمال آمریکا میبینیم، اینجا تو شمال اروپا رو هم ما تایگا رو میبینیم. پس یک زیست بوم ممکنه توی قاره باشه، توی قاره دیگه هم مثلش رو ما مشاهده بکنیم. خب اون 8 تا زیست بوم رو بخون تو جدول. خودم بخونم یا بخونی؟ تندرا، تایگا، جنگل های پهنبرگ معتدله، علفزاران های منطقه معتدل، ریشه‌زارها و مناطع مدیترانه، بیابان، جنگل های بارانی استوایی، ساوان، سایز. خب 8 تا زیست بوم بود. سایر زیست بوم ها مناطقی هستن که زیاد مهم نیستن، خیلی ناچیزن و منطقه خیلی کوچیکی رو شامل میشن. اون 8 تا زیست بوم مهم میشه بچه ها تندرا. تندرا کجا هست؟ تقریبا قطب شمال هست. اون شمال کره زمین رو تندرا شامل میشه. تصویر 2 صفحه قبلی هست تا اینجا میشه تقریبا تندرا، مناطق سرد و قطبی اینا رو تقریبا ما میگیم تندرا. خب بعدش تایگا هست. تایگا زیر تندرا، یه خورده از تندرا که میایم پایین تر تایگا هست. یه مناطق وسیعی هستن که درختان کاج و سرو رو دارن و زیر این درختان کاج و سرو هم علفزارها رویدن که شمال آمریکا و همینطور شمال اروپا، قسمت زیادی از کشور چین و روسیه رو شامل شده این تایگا. بعد از اون جنگل های پهنبرگ معتدله هست که شرق آمریکا رو شامل میشه و همینطور جنوب غرب اروپا و همینطور جنوب شرق آسیا. تقریبا شرق آسیا رو جنگل های پهنبرگ معتدله شامل میشه. بعد از اون علفزارهای منطقه معتدل هست که یه قسمتش تو آمریکا هست، مرکز آمریکا، قسمت‌های دیگه‌اش تو کشور خودمون تا حدود زیادی اینو داریم، علفزارهای منطقه معتدل، و همینطور جنوب آسیا، عذر میخوام، مرکز آسیا، این علفزارهای منطقه معتدل رو داریم. بیشتر تو کشور خودمون این علفزارهای منطقه معتدل رو مشاهده میکنیم. بعدش بیشزارها و مناطق مدیترانه‌ای هستن که اطراف دریای مدیترانه رو شامل میشن. این بیشزارها و مناطق مدیترانه‌ای. بیابون‌ها هم همونطور که میبینین تو استرالیا داریم، شمال آفریقا داریم، جنوب غرب آفریقا داریم، جنوب شرق آمریکای جنوبی داریم و غرب قاره آمریکای شمالی هم ما این بیابون‌ها رو داریم. و جنگل های بارانی استوایی هم گفتیم که اطراف مدار استوا از جمله آمریکای جنوبی تو کشور برزیل و همینطور مرکز آفریقا و همینطور جنوب شرق آسیا مثل کشورهای مالزی، اندونزی، فیلیپین، تایوان، اون اطراف ما این جنگل های بارانی استوایی رو داریم. ساوان هم که یه پوشش گیاهی خاص هست بچه ها، که فقط ساوان رو ما تو آفریقا مشاهده میکنیم. منطقه زیست بوم ساوان فقط مختص آفریقا هست و تا حدودی یه قسمت کوچیک هم تو آمریکای جنوبی داریم ازش. یه 5 دقیقه دیگه بچه های کلاس تمومه. خب صفحه 32 کتاب رو بیارید. منطقه تندرا رو بخون، باقیشو تو واتساپ براتون توضیحاتش رو میفرستم. فقط همون تندرا رو بخون. منطقه تندرا ناحیه در نزدیکی قطب شمال حاشیه اقیانوس منجمد شمالی است. این ناحیه دزمستانهای طولانی داره و سرمای هوا در آن بسیار شدید است، به طور که به منفی 34 درجه سانتیگراد نیز میرسد. در این ناحیه تابستانها کوتاه و میانگین دم حداکثر 12 درجه سانتیگراد است. زمینهای تندرا از یخ برف پوشیده شده است.
در تابستان بزرگ شدن یخ‌ها در زیر خاک و دلاغ‌های کم عمق ایجاد می‌شوند. در تندرا فقط گیاهانی چون خزه و گوسفند می‌توانند بمانند. بزرگترین جانور تندرا خز و قطبی است. در زمستان برخ جانوران این منطقه نوعی گرم‌تر مجاور مهاجرت می‌کنند. بچه ها منطقه تندرا رو میگه که بعضی وقت دمای هوا تو منطقه تندرا تا منفی 34 درجه هم میرسه. میانگین دما اونجا 12 درجه هست. پوشش گیاهی خاصی رو تو منطقه تندرا نداریم. فقط خزه و گل سنگ اونجا میرویه. جانوران هم همونطور که تو تصویر میبینین خرس قطبی هست، روباه قطبی و اون گوزنهای قطبی هستن، گوزنهای شمالی بهش میگن و سگ هاسکی هم اونجا هست. اینا جانوران منطقه تندرا هست. منطقه تندرا هم زمین شما خاک رو نمیبینید، زمین پوشیده از برف و یخ. این منطقه تو نزدیکی قطب شماله و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی رو در بر میگیره، در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی هست. خب بچه ها درستون تا همینجا کافیه. منطقه تایگا و جنگل‌های بارانی استوایی و منطقه ساوان و بیابان رو، این چهار منطقه رو راجبش توضیح میدم و تو گروه واتساپ براتون میفرستم. علیرضا این میکروفون تو بی زحمت ببند، صدا اکو میشه. خداحافظ. این چهار منطقه رو تو گروه واتساپ براتون توضیح میدم. سوالات درس 4 و 5 هم براتون میفرستم. سوالات درس 3 رو فرستاده بودم. چرا؟ حضور غیابم. الان انجام میدیم. اگر لیست رو داشته باشم که فکر کنم لیست رو هم نیاوردم. یه لحظه بچه ها خودم یه چک بکنم ببینم. خب خب بچه ها دستون درد نکنه. ممنون و متشکر. خداحافظ شما. خداحافظ.